بارامو یاد خدا سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به مجموعه خبرین ساعت از نور در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اظهارات تیم اصلاحات و همگرایی در مورد مثلث متقلب. ستاد انتخاباتی این تیم میگوید مثلث ارگر ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات و تیم اشرف غنی احمد زید تصمیم گرفتند تا کشور را به بحران بکشانند. افزایش 24% تلفات غیر نظامیان در افغانستان. یونما میگوید مخالفان مسلح دولت مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان هستند. و حملات راکتی طرف جویانه جنبش فلسطینی حماس بر خاک اسرائیل. امروز چهارشنبه 18 سرطان سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 9 جولای 2014 میلادی. مرسل مجید سیاس است با مشروع خبرها. مثلث ارگر ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات و تیم اشرف غنی احمد زید تصمیم گرفتند تا کشور را به بحران بکشانند. مسئولان ستاد تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی با ابراز این مطلب میگویند تنها راهی که میتواند کشور را از بحران نجات دهد، پاکسازی آرای پاک از ناپاک است. این تیم از میانجیگری سازمان ملل متحد و آمریکا در این روند استقبال میکند، اما میگوید این میانجیگری باید منعکس کننده اراده واقعی شهروندان در انتخابات 24 جوزا باشد. کمیسیون انتخابات با راه اندازی تقلب‌های سازمان یافته در انتخابات 24 جوزا به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری طرف قرار گرفته است و قابل اعتماد نمی باشد. تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی با ابراز این مطلب می گوید که این تیم از میان جیگری سازمان ملل متحد و آمریکا در این روند استقبال می کند، اما می گوید این میانجیگری باید منعکس کننده اراده واقعی شهروندان در انتخابات 24 جوزا باشد. مسئولان ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی بر به میان آمدن راهکارهایی که بتواند گره‌گشای بن‌بست انتخاباتی باشد تاکید میکنند. دوستای بین المللی ما با توجه به حضوری که دارن، همکاری هایی که میکنن، میتونن مشوره بدن، میتونن دیدگاه خود مطرح بکنن، میتونن کمک بکنن. ولی یک چیزی که بسیار جدی است، ما میخواییم به هوادارهای اصلاحات و همگرایی را ایران بکنم که در لحظه که ما قرار داریم، خواستهای ما با خواسته جامعه جهانی یکسان و واحد است. انتخابات با اعتبار، تفتیش آرا و رسیدگی به تقلب‌هایی که در سراسر افغانستان و به صورت بسیار گسترده صورت گرفته. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت بررسی ادعاهای مبنی بر تقلب تاکید کرده است. آمریکا انتظار دارد کلیه ادعای معقول تقلب به طور کامل بررسی شود تا اعتبار فرایند انتخاباتی تامین شود. سازمان ملل متحد نیز خواستار بررسی تقلب‌های انتخاباتی در افغانستان شده است. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس نیز میگویند که کمیسیون‌های انتخاباتی توان حل مشکلات انتخاباتی را ندارد و نیاز است تا سازمان ملل متحد برای از میان برداشتن این مشکل همکاری کند. گپی که میگفت ما انتخابات فقط و فقط در داخل افغانستان با مسئولین خود افغانستان، ارگان‌های خود افغانی برگزار بکنه، نتوانستیم. مکلفیت داریم مطابق با اصول وظایف داخلی در اظهار نظر خود منافع ملی رو باید در نظر بگیریم و سوگند خوردیم. اگر این مراد نکردیم، هر گونه صحبت بر منافع مذهب، قوم، سمت، اون تاریخ افغانستان ثابت کرده. این در حالی است که قرار است وزیر خارجه آمریکا تا چند روز دیگر برای پایان دادن به چالش‌های انتخاباتی به کابل سفر کند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان بنبست انتخابات را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور به سوی بحران خواهد رفت. رئیس مجلس نمایندگان هم بار دیگر بر جداسازی آرای پاک از ناپاک تأکید می کند و می گوید که بی‌تفاوتی حکومت و کمیسیون‌های انتخابات صدمه بزرگ بر این روند می زند. او بر این باور است که دست‌های کار می کند تا کشور را به سمت بحران بکشاند.
اعلام نتایج نخستین انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات واکنش های سخت مردم را در پی داشته است، اما بر این باورند که نتایج اعلام شده پر از تقلب است و کسی بر آن باور ندارد و هرگاه از نشانی آرای تقلبی هر کس رئیس جمهور شود آن را نخواهند پذیرفت. در اینجا رئیس مجلس نمایندگان بار دیگر بر تفکیک آرای پاک از ناپاک تاکید میکند. او وضعیت موجود را نگران کننده میداند و میگوید که اجگاه این آلت به سود کشور نیست. رئیس مجلس بر این باور است که اگر آرای مشکوک از هم جدا نشود مردم خاموش نخواهند بود و برای دفاع از ارادهشان استاد خواهند شد. رئیس مجلس نمایندگان می افزاید دستکاری های در روند انتخابات وجود دارد که می خواهند کشور را به بحران ببرند. خود مشاهده کردیم، بازم ما مخاطب میکنیم کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به وضعیتی که ما در افغانستان شاهد هستیم جدا نگران کننده است در جهت تفکیک آرای پاک و ناپاک و اعلان نتایج نهایی برای مردم افغانستان یک اصل هست در انتقال قدرت سیاسی برخورد سلیقه‌ای نکنه که عواقب تلخ متوجه هر دو کمیسیون میباشد. دو روز برای مردم افغانستان خواهد داشت، دو روز ملت به تفاوت نخواهد ماند. با اعلام نتایج نخستین انتخابات این واکنش اوج گرفته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه هزاران تن از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی خواهان این شدند که باید دکتر عبدالله عبدالله حکومت خود را اعلام کند، اما رهبر تیم اصلاحات و همگرایی از مردم چند روز مهلت خواست و گفت در این باره تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. بیش از 20 تن از مهاجمان انتحاری صبح امروز در ولایت کندهار ساختمان مقام ولایت و فرماندهی پلیس این ولایت را تحت حملات شدید قرار دادند. درگیری حدود 2 ساعت میان نیروهای امنیتی و مهاجمان انتحاری ادامه داشت و سرانجام همه مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. در نتیجه این رویداد 5 سرباز پلیس و 4 غیرنظامی به شهادت رسیدند و 9 غیرنظامی و 8 سرباز پلیس هم زخم برداشتند. یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش 24% تلفات غیرنظامیان خبر داده است. یونما درگیری های زمینی، ماین های کنار جاده‌ای و حملات انتحاری را از عوامل افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان می داند. این اداره سازمان ملل متحد از طرف های درگیر در کشور می خواهد که غیرنظامیان را هدف قرار ندهند. پیکار با حراس افغانی از ماموریت اصلی جامعه جهانی در افغانستان گفته شده است. به شهادت رسیدن و زخم برداشتن برخی نظامیان از اثر نبرد طرف های درگیر یکی از تأثیرات پیکار با حراس افغانی است. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه نگاشته است که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته تلفات غیر نظامیان 24% افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که مخالفان الله دولت مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان است. در این گزارش نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ناتو نیز در افزایش تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شدند. Overall, 74% of civilian casualties. منازعه و جنگ در افغانستان به افزایش تلفات غیر نظامیان افزوده است. در 6 ماه نخست سال روان تلفات افراد غیر نظامی 24% افزایش داشته است که بیشترین قربانی این تلفات زنان و کودکان بودند. مخالفان مسلح دولت 74% عامل تلفات غیر نظامیان بودند. نیروهای امنیتی افغانستان نیز عامل 9% این تلفات و نیروهای ناتو عامل 1% تلفات غیر نظامیانند. Said it was the responsibility of both parties. کاربرد هاون پرتاب راکت و نیز جابجایی مواد منفجره از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان گفته شده است، اما درگیری‌های زمینی نیز با تغییر تاکتیک‌های جنگی در تلفات افراد غیر نظامی از مواد انفجاری پیشی گرفته است. به اساس گزارش یونما حملات انتحاری جایگاه سوم را در تلفات غیر نظامیان داشته است. یونما از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند.
در نیمه سال 2014 میلادی طالبان مسئولیت 147 حمله را به عهده گرفتند. در این حملات 553 غیر نظامی هدف قرار گرفته است. از طرف های درگیر می خواهیم با توجه به تعهداتشان مبنی بر احترام به حقوق بشری در حفظ غیر نظامیان تلاش کنند و از فیر بیمورد هاوان و نیز پرتاب راکت و بهانه های متفاوت جلوگیری کنند. این در حالی است که با باوری دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تلفات غیر نظامیان ناشی از فیر هاوان و سلاح ثقیله با ویژه در 6 ماه اخیر دوچندان شده است. وزیران تجارت و صنایع، مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری و رئیس اداره ملی نرم و استاندارد برای پاسخگویی در مورد بلند رفتن بهای مواد اولیه و مواد نفتی به نشست عمومی مجلس نمایندگان حضور یافتند. این وزیران بلند شدن ارزش دلار، طولانی شدن روند انتخابات و افزایش بیکاری و وارد شدن کالاهای غیر مجاز را از علتهای بلند رفتن مواد اولیه در بازارها می دانند. اما اعضای مجلس نمایندگان دلایل ارائه شده را قناعت بخش نمی دانند. نزدیک به یک ماه می شود که بهای مواد اولیه و مواد نفتی در بازارهای کشور افزایش یافته است. به همین دلیل مجلس نمایندگان وزیران تجارت و صنایع، مالیه، اقتصاد، زراعت و رئیس اداره ملی نرم و استاندارد را برای پاسخگویی در مورد بلند رفتن قیمت‌های مواد اولیه و مواد نفتی به نشست عمومی مجلس فراخواندند. وزیر مالیه کشور میگوید که هیچ نوع تعرفه اضافی برای کالاهای تجارتی وضع نشده و دلیل بلند رفتن مواد اولیه را نمی‌داند. مواد نفتی هم بازم 12% تعرفه گمرکی است که پایین ترین تعرفه در منطقه است. نه تنها او، نرخ بازار همه ما و شما میفهمند که 1200 دلار فی تن از تیل است، ولی ما در 800 دلار ما را محاسبه میکنیم. ما کوشش کردیم که تعرفه های مواد خوراکی و مواد اولویه را در پایین ترین تعرفه و همچنان در پایین ترین قیمت ممکن نگه داریم. چیزی را ما نکردیم که باعث افزایش قیام شده باشیم. در این حال وزیر زراعت و آبیاری میگوید تنها بهای چند قلم محدود مواد اولیه بلند رفته است و بهای دیگری اقلام ثابت است. چند قلم ما بالا رفته، یعنی واقعیت است چند قلم بالا رفته. مثلا کچالو بلند رفته، برنج شوله‌ای بلند رفته، ماش بلند رفته و شکر از 33 افغانی به 38 افغانی اوسط کل ولایات 26% بالا. اما دیگه تمام اقلامی که پیش ما است نرخا به او اندازه بالا نرفته در بازار. اما مشکل عمده چیست؟ مشکل عمده بیکاری هست، مشکل عمده نبود پول است در بازار، مشکل عمده بلند رفتن قیمت دلار است که سر نرخای قیمت‌های وارداتی تأثیر گذار است. در این میان وزیر اقتصاد نبود امنیت سراسری، قاچاق تیل غیر مجاز، موسمی بودن مواد و نبود سردخانه ها، محدود شدن کمک های جامعه جهانی و بی‌انصاف بودن شماری از بازرگانان را از دلایل اصلی بلند رفتن قیمت مواد اولیه میپندارد. محدود شدن کمک های جهانی هم اثرات بالای بیکاری داشته. پیشتر یک کس سوال کرد، یکی از دوستا سوال کردن، جناب وزیر صاحب مالیه تشریف نداشتن، گفتن که پروژه ها اکثرا پرداخت نمیشه. کمک های جهانی به نسبت مشکلاتی که در تأخیر نتایج انتخابات بوده تا امروز معطل قرار داده شده و حتی موکول شده به ای که به حکومت بعدی کمک ها پرداخت میشه. بناهن وزارت مالیه پول اضافی خلق کرده نمیتانه. در همین حال وزیر تجارت و صنایع در بلند رفتن مواد نفتی، طولانی شدن پروسه انتخابات و داوطلبی بازرگانان داخلی را در خارج افغانستان مقصر میپندارند. وزیر تجارت تاکید میکند که در آینده نزدیک 10,000 تن گاز مایع به کشور وارد میشود و قیمت ها به صورت چشمگیر پایان خواهد آمد. ما در آینده بسیار قریب در حدود 10,000 تن گاز مایع را وارد افغانستان خواهد کردیم و قیمت ها را در کنترل فعلا هم گرفتیم. دیروز هیئت ما رفت به 3-4 بندر افغانستان، بنادر افغانستان، و قیمت گاز رسما از طرف وزارت نرخ داده شده که 55 افغانی باید باشه. در ولایت غربی و بنادر جنوب غربی کشور ما که اکثرا تیل های A80 و L05 62 از او بنادر وارد می شد متوقف کردید. این توقف باعث ازی شد که تا
تیلها در بازار بلند بره. در این حال رئیس مجلس نمایندگان سخنان وزیران کابینه را در مورد بلند رفتن قیمت های مواد اولیه و مواد نفتی دوگونه می دانند و نشست مجلس را با این سخنان ختم می کند. ما این مشکل تنها برای امسال یا برای امروز ما نداریم، هر سال ای افغانستان شاهد همچین مشکلات های سرسام آور بوده که ما سعود قیامه داشتیم. ما وزرای محترم را به خانه ملت دعوت کردیم، هیچ تحول و تغییر مثبتی را برای امسال در ارائه جواباتشان در برابر سوالات مطرحی که از جانب وکیل سیبا شد ما شاهد نبودیم. پس به این اساس این جوابات برای ولسیش دیگه برای امروز قناعت بخش نیست. در حال وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان به دلیل بلند رفتن مواد اولیه و مواد نفتی به مجلس فراخوانده می شوند که هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد اولیه افزایش چشمگیر می یابد. شبکه نظارت بر منابع طبیعی با انتقاد از شورای ملی میگوید که در قانون معادن ضعف‌های زیادی وجود دارد. مسئولان این نهاد میگویند که اگر این قانون از سوی رئیس جمهور توشیح شود، کشور دچار بحران‌های اقتصادی و امنیتی خواهد شد. به باور این نهاد، ضعف‌های این قانون زمینه سودجویی را برای مافیای اقتصادی مساعد کرده است و مافیای اقتصادی با استفاده از استخراج منابع زیرزمینی، زمینه‌ساز بحران در کشور خواهند شد. پیش از این تلاش ها برای تعدیل قانون معادن افغانستان از سوی ادارات حکومتی و مدنی صورت گرفته بود که قرار بود در قانون جدید سهولت های لازم برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در نظر گرفته شود. عمومی ساختن داوطلبی ها، از بین بردن ضرب العجل های غیر ضروری و ساده سازی اصطلاحات فنی و حقوقی از جمله این تعدیلات بود. اما شبکه نظارت بر منابع طبیعی میگوید هیچ یک از این کمبودی ها از بین نرفته است، بلکه بر حجم این کاستی ها افزوده شده است که متاسفانه در بسیار موارد جزئی تغییرات را ولسی جرگه تانسته بیاره. ما در جریان بودیم که ولسی جرگه از فقط نظریات 3 کمیسیون خود برای وارد کردن تعدیلات به قانون استفاده کرد، در صورت که این قانون به تمام کمیسیون ها فرستاده شده بود و اونا نظریات مختلف داشتن، ولی در تعدیلات پیشنهادی و چیزی که تصویب شد میبینیم که بنابرای نظریات 3 کمیسیون فقط تعدیلات پیشنهاد شده. از سوی هم شبکه نظارت بر منابع طبیعی پیشنهاد میکند که شفافیت روند بستن قراردادها باید در قانون معادن تضمین شود، شهرت مالکان اصلی شرکت هایی که در استخراج معدن کار میکنند باید به نشر برسد، صندوق سرمایه ملی برای درآمدهای معادن ساخته شود و مطالعه اثرات محیط زیستی و اجتماعی استخراج معادن در نظر گرفته پیش از بستن قرارداد تکمیل شود. ما فکر میکنیم که اگر باز هم تنها فرصت محدودی که باقی مانده و همون جلسه یا جلسه کمیسیون مشترک دو جرگه هست، اگر در اونجا این تعدیلات یا پیشنهادات در نظر گرفته نشوه، این قانون زمینه‌سازی برای بروز بحران های امنیتی و سیاسی و اقتصادی زیاد به مثل کشور کانگو که ما در حال حاضر میتونیم به عنوان شاهد از یاد کنیم. این در حالی است که افغانستان به ارزش 1,000 میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی از قبیل مس، آهن، لیتیوم و طلا دارد، اما هنوز هم یک قانون جامع و پاسخگو برای استخراج معادن در کشور وجود ندارد. مسئولان امنیتی ولایت کندز میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی در ولسوالی چهاردره این ولایت، 5 تن به شمول ملا محمد نور بسیق معاون والی نامنهاد طالبان در کندز کشته شدند و 5 تن دیگر از هراس افکاران همراه با سلاح‌های دست داشتهشان بازداشت شدند. جنبش فلسطینی حماس در پاسخ به حملات رژیم اسرائیل 225 موشک به شهرهای مختلف اسرائیل شلیک کرده است.
بساس گزارش ها پنج پروند این موشک ها به شهر تل ابیب پایتخت رژیم اسرائیل اصابت کرده است. با این حال رژیم اسرائیل روز چهارشنبه ده ها بار نوار غزه را بمباران کرده و گزارش شده است که احتمال دارد رژیم اسرائیل برای متوقف کردن حملات راکتی حماس به نوار غزه حمله زمینی کند. در حملات رژیم اسرائیل به غزه تا صبح امروز 24 فلسطینی از جمله چندین زن و کودک شهید شدند. عراق هشدار داده است که گروه داعش کنترل یکی از انبارهای سابقه تسلیحات شیمیایی را در شمال غرب بغداد در اختیار گرفته است. عراق در نامه‌ای که به سازمان ملل ارسال کرده گفته است که بقایای 2500 راکت شیمیایی حاوی عامل اعصاب سارین با همراه مقادیر عامل شیمیایی جنگی دیگر در این مکان نگهداری می شود. این در حالی است که سامانه نظارتی این مکان در 12 جون از به غارت رفتن برخی از تجهیزات آن خبر داده بود. همزمان با پایان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا برخی گزارش‌های اولیه از پیروزی والی شهر جاکارتا حکایت دارد. بیش از 190 میلیون واجد شرایط به پای صندوق‌های رأی حضور یافتند تا یک تن را به عنوان رئیس جمهوری جدید سومین دموکراسی بزرگ جهان برگزینند. بسیاری ها این انتخابات را نبرد میان سربازان قدیمی که چندین دهه تحت حکومت استبدادی فعال بودند و نسل جدید سیاستمداران می‌دانند که در تلاش برای حفظ دموکراسی نوپا در این کشور هستند. و ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز اعلام کرده است که کره شمالی بار دیگر دو موشک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. با گزارش خبرگزاری کدو، ستاد ارتش کره جنوبی با اعلام این مطلب افزوده است یکی از این موشک ها امروز از جنوب غرب کره شمالی و موشک بعدی نیز به سمت شمال شرق شلیک شده است. در پی پرتاب این موشک ها ژاپن از طریق سفارتش در چین مراتب اعتراضش را به کره شمالی اعلام کرده است. آلمان و برزیل در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی بامداد امروز به مسافه هم رفتند که آلمان با نتیجه خیره کننده 7-1 میزبان بازی ها را در هم کوبید و هشتمین بار راهی دیدار نهایی جام جهانی شد. پیش از این سنگین ترین شکست برزیل در سال 1920 با شکست 6-0 برابر آراگوئه رقم خورده بود. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را امشب تیم های آرژانتین و هلند برگزار می کنند. این دو تیم تا به حال 8 بار با یکدیگر بازی کردند که هلند 4 بار پیروز شده، 1 بار باخته و 3 بازی هم مساوی شده است. این بود مجموعه خبرین ساعت از نور. سپاس از توجه و همراهیتان. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.